بعد از اینکه از میراث احوال میراث دختران صلیبی خلاص شدیم، میخوایم به ارتباط احوال میراث دختران پسر صحبت نماییم. دختران پسر هم از جمله ذوی الفروض میباشند، سهم معینی در میراث دارند. اصلا دختران پسر وقتی که دختران صلیبی نباشند، جای دختران صلیبی را میگیرند. احوال میراثی که برای دختران صلیبی که نسب یا سلسان یا عصبه بودن بود، امی احوال برای دختران پسر هم ثابت می شود. بناهن امی دختران پسر، موضوع بحث ما دختران پسر است. دختران دختر موضوع بحث ما نیست. دختران دختر ای که از جمله ذوی الارحام است، او بحثش در ذوی الارحام است. به هر صورت طور خلاصه بگیم که امی دختران پسر در صورتی که دختران اصلی یا صلیبی نباشه، جای اونا را در میراث میگیره. دختران پسر در میراث شش حالت دارن. حالت اولش نسبی میراث مستحق میشود، لکن چند شرط داره. دختران پسر نسبی میراث مستحق میشود، چند شرط داره. شرط اولش همیست که یک تا باشد، دو تا سه تا نباشد. شرط دومش همیست که حاجب نباشد. حاجب چی معنا؟ یعنی کسی در ورثه کسی نباشد که اینا را از میراث محجوب میشود. توسط کی از میراث محجوب میشود؟ پس آن در حالت ششمیه که پسر متوفا که زنده باشد، دختران پسر میراث نمیبرد. توسط پسر، دختران پسر از میراث محجوب میشود. بناهم شرط دوم همیست که کسی نباشد در ورثه که اینا را از میراث محجوب بسند، یعنی پسر نباشد در ورثه. اگر پسر باشد، دختران پسر میراث نمیبرد. شرط سومش همیست که عاصب نباشد، یعنی کسی نباشد که اونا را با خود عصبه باشد. عاصب در اینجا کیست؟ در بند حالتش پنجمیه که پسر پسر نباشد. چرا که امی دختر پسر همراه پسر پسر باز عصبه میشود در میراث. در حالت پنجم ایران میگیم. و شرط دیگه همیست که دختر صلیبی نباشد. یعنی اگر دختر صلیبی در ورثه باشد یا دختران صلیبی باشد، باز برای دختر پسر نسبی میراث داده نمیشد. بناهن روی همی چند شرط که یک تا باشه، حاجب نباشه و عاصب نباشه و دختر صلیبی نباشه، به می دختر پسر نسبی میراث مثل دختر صلیبی داده میشود. و دلیلشان امو آیت است که در بنات یا دختران خواندیم که این کانت واحدتن فلهن نصفو، اگر یک تا باشه نسبی میراث میگیره. ما پیشتر گفتیم که امی دختر پسر اگر دختر صلیبی نباشه، جای او را میگیره. میایم به مثال تطبیقی امی حالت. در این مثال میایم که مثلا احمد وفات کرده، از او یک دختر پسر مونده، یک دختر پسر و دیگه برادر باقی مونده. ام یک دختر پسر هم شرایط کلش موجود است که یک تاست، حاجب نیست، یعنی پسر نیست که از میراث محجوب بساده، عاصب هم نیست و دختر صلیبی هم نیست. بناهن برای از این نسبی میراث مثل دختر وارد داده می شود. بناهن تقسیم میراثش از دو شروع می شود. نسبی دو یک تا یک است برای دختر داده می شود و یک تا دیگر برای برادر باقی می ماند. این حالت اولی میراث دختران پسر است که یک نسبی میراث میگیره. حالت دومش هم است که اگر دختران پسر از یک تا زیاد باشد، دو تا، سه تا، چهار تا، از همین قدر باشد، یعنی از یک تا زیاد باشد، اینا مستحق دوی بر سی میراث میشود. یعنی از کل میراث که سی حصه شد، دو حصه بر دختران پسر داده میشد. خوی این هم چند شرط دارد. شرط اولش همیست که بیشتر یک دوتا یا بیشتر از دوتا باشد و حاجب نباشد، یعنی پسر در ورثه نباشد، چرا که پسر متوفا که زنده باشد، دختران پسر میراث نمیبرد. و عاصب نباشد، عاصب یعنی پسر پسر نباشد. اگر پسر پسر موجود بود، باز پسر پسر اونا را کت خود عصبه میسازد، میراث بینشان تقسیم میشود. و دختر صلیبی نباشد،
اگر دختر سربی موجود بود بر اینا 2-3 داده نمیشد، کم میراث داده میشد. با موجودیت امی شرایط اگر دختران پسر از 1 تا زیاد بودن 2-3 میراث مستحق میشد. و دلیلشان هم امو آیاتی که در چیز پیشتر گفته بودیم در بنات فین کنن نسان فوق اثنتین فلهن الثلث ما ترک. اگر این دخترا اولاد دخترا باشه و زیادتر از 2 تا یا زیادتر از 2 تا باشه برای اونا سلسان میراث داده می شود. میایم به مثال تطبیقی می حالت دوم. مثلا در این مثال میایم در صفحه دیگه که یک نفر وفات نموده، مثلا احمد وفات نموده، از او 2 دختر پسر باقی مانده و کاکا باقی مانده. حال به می دو دختر پسر 2-3 میراث یعنی سلسان داده می شود. امی شرایطی که در حالت خواندیم کلش وجود داره، از 1 تا زیاد هستن و حاجب نیست، پسرم رایش نیست در ورثه، و همچنان دختران سربی هم نیست، عاصب هم نیست، پسر که اینا را اصلا بسازن. با موجودیت امی شرایط اینا 2-3 کلی میراث از احمد میگیره که احمد با پدر کلانش میشود، از پدر این دختر پسر از پدر کلان پدر میراث میگیره. ای 2-3 میراث 3 حصه میشود، از 3 حصه 2 حصه برای دخترها داده میشد و 1 حصه برای کاکا با عصبه بودن میمونه. ای حالت دوم چیز بود دختران پسر. حالت سوم دختران پسر، امی دختران پسر همراه 1 دختر، همراه 1 دختر متوفا 6 حصه میراث میبره، یعنی 1/6 میبره. یعنی صورت مسئله طور است 1 نفر وفات نموده، از او 1 دختر باقی مانده و دیگه دختران پسر مانده 1 تا است یا زیاد است. دینجا برای دختر نصف میراث داده میشد، 6 حصه برای دختر پسر داده میشد تا سلسانش تکمیل شود، به خاطر تکمیل 2 سلسه دختران. قاعده ای طور است که امی حصه میراث دختران و خواهران از 2-3 باید زیاد نشود. دمی مثال که از 1 شخص 1 دختر باقی مانده باشه، نصف میراث مثلا او میگیره، 6 حصه میراث دختر میگیره، نصف 6 3 از 3 حصه مثلا دختر گرفت و 1 حصه از 6 برای دختر پسر دادیم که 4 حصه توزیع شد برای زائد فروض. امی 4 حصه از 6 حصه سلسان می شود، 4 حصه از 6 حصه سلسان میراث یا 2 سلسی میراث می شود. بناهن حالت طور خلاصه بگیم که حالت سوم دختران پسر همیست که اگر همراه دختران پسر 1 دختر سلبی باشد، اینا همراه 1 دختر سلبی صرف 1/6 میراث میگیره. اگر هم دختران پسر 1 تا باشد، 2 تا باشد، 3 تا باشد، همین 1/6 بین خود تقسیم میکنه تا سلسانش تکمیل میشه. میایم به مثال تطبیقیش. در این مثال میبینیم که مثلا احمد وفات نموده، از او 1 دختر سلبی مانده و 1 دختر پسر باقی مانده. ام 1 دختر سلبی قسمی که پیشتر گفتم که 1 تا باشه نصف میراث مستحق میشه، نصف میراث بر ازی داده میشود و 1/6 امرو 1 دختر سلبی برای دختر پسر دادم تا سلسانش تکمیل شود. یعنی همین میراث احمد 6 حصه میشود، از 6 حصه نصفش 3 است برای دختر سلبی داده میشود و 6 حصهش 1 است بر ازی داده میشود. 1 جمع 3 4 میشود، از 6 حصه 4 حصه به اینا داده میشد، از 6 حصه 4 حصه سلسان 6 میشود، این سلسان 6 شد برای اینا توزیع شد. و متباقی مال اگر عصبه بود به عصبات داده میشد و اگر عصبه نبود به پس سر اینا رد تقسیم میشود. حالت چهارم دختران پسر همیست که همراه بیشتر از 1 دختر سلبی یا همراه بیشتر از 1 دختر
یعنی اگر متوفا دو دختر، سه دختر، چهار دختر از او باقی مانده باشد، همراه بیشتر از یک دختر سلوی دختران پسر از میراث ساقط می شود. از میراث چیزی نمی گیرند. چرا؟ به خاطر از اینکه حق دختران دوی برسی یا سلسان بود. امی سلسان دختران می گیره. سلسان که دختران گرفت برای اینا چیز باقی نماند. مگر در یک صورت اینا همراه دختران سلبی که از یک تا زیاد باشه میراث میگیره که همراهشان آسیب وجود داشته باشد. آسیب چی معنا؟ همراه همی دختران پسر، پسر پسر موجود است. بناً دوی برسی میراث که دختران بگیره و یکی برسی میراث بر پسر پسر باقی میمانه، این دختران پسر هم دمی یک حصه همراه پسر پسر در تقسیم شریک می شود و میراث بینشان لذکر مثل حضرت حسین تقسیم می شود. این چی معنی که یک سلس که باقی مانده سه حصه می شود، یک حصه ایش دو حصه ایش پسر پسر می گیره و یک حصه ایش برای دختر پسر داده می شود. میایم به مثال تطبیقی. مثال تطبیقی شد اینجا چیز میگیریم از حالت سوم. مثلا احمد وفات کرده، از احمد دو دختر سلبی باقی مانده. امی دو دختر سلبی مثل که در دختران سلبی گفتیم که از یک تا زیاد باشد دوی برسی میراث میگیره. دوی برسی میراث اینا گرفتن. یک برسی میراث مان ای بر دختر پسر داده نمیشود، چرا که حق دختران باید از دوی برسی زیاد نشود. اما دوی برسی دختران سلبی گرفت، برای دختران پسر چیز باقی نمان، هیچ چیز باقی نمان. بناهن هم یکی سر چطور میکنون میشود؟ هم یکی سر که باقی مانده چون عصبه نیست، پس سر دختران سلبی تقضیم میشود، رد میشود. اما در این مثال که همراه دختر پسر، پسر پسر هم است، یعنی عصبه هم است، دینجا دوی برسی میراث دختران سلبی میگیرد چون از یک تا زیاد هستند. یکی برسی که باقی ماند، ام یکی برسی گرچه بر دختر پسر داده نمیشد، لکن حق پسر پسر بود. امی به عصبه بودن، امی یک حصه که بر پسر پسر داده میشود، امی یک حصه دختر پسر همراه پسر پسر شریک میشود به عصبه بودن. یعنی همی دختر پسر همراه پسر پسر عصبه بالغیر می شود. عصبه بالغیر چی معنا؟ که خود دختر پسر عصبه نبود و این پسر پسر عصبه بود، به سبب این پسر پسر همی دختر پسر هم عصبه شد. در مال متباقی همی دختر پسر همراه پسر پسر عصبه شد، همی مال متباقی سه حصه می شود. از سه حصه دو حصه پسر پسر می گیره و یک حصه بر دختر پسر داده می شود. طور خلاصه بگویم که هم حالت چهارم هم نیست که همی دختران پسر همراه بیشتر از یک دختر سلبی از میراث ساقط می شود، مگر در یک صورت ساقط نمی شود که همراهشان پسر پسر می باشد، در مال متباقی همراه پسر پسر عصبه می شود و بینشان مال لذکر مثل حضر مساین تقسیم می شود. حالت پنجم دختران پسر امیست که امی دختران پسر همراه پسر پسر هم درجهش یا پایین تر از آن عصبه می شود، عصبه بلغیه. خب چی معنا؟ وقتی که همراه دختران پسر 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 هم درجهشان یا از آن پایین تر چیز بیا، همراهشان عصبه بلغیر می شود. چی معنا؟ که به سبب امی پسر پسر اونا عصبه شدن و مال بینشان تقسیم می شود. چطور تقسیم می شود؟ که برای پسر پسر دو برابر دختر پسر میراث داده می شود، برای پسر پسر دو برابر چیز داده می شود، میراث داده می شود. و همراه چی؟ امی دختران پسر با پسر پسر که هم درجه باشه هم عصبه میشد و همچون با پسر پسر که از آن درجه پایان تر باشه که از او هم عصبه میشود،
در صورتی که به فرضیت چیز مال برش نرسه. میایم به مثال تطبیقی، مثلا دینجا دمی مثال هم تطبیق می شود. شخص وفات نمود، مثلا احمد وفات نمود، از او 3 دختر سلبی مانده و دختر پسر مانده و همچنان پسر پسر باقی مانده. حالا می دختر پسر همراه پسر پسر که هم درجه ایش است عصبه شد، در مال متباقی، مال متباقی بینشان لذکر مثل حضر حسین تقسیم می شود. امی دختران سبی حق خود به فرضیت 2/3 گرفت و مال متباقی که یکی سمانده ای بین دختر پسر و پسر پسر و عصبه بودن تقسیم می شود. یعنی 3 حصه می شود، 2 حصه پسر پسر می گیرد، 1 حصه به دختر پسر داده می شود. یا مثلا در این مثال هم تطبیق می شود که خب این مثال حالت ششم است. مثال آخر می چی هم تطبیق می شود حالت پنجم. ما گفتیم که امی دختر پسر همراه پسر پسر هم درجه ایش باشد عصبه می شود و همچنان پسر پسر که در درجه پایین باشد هم عصبه می شود، در صورتی که برشان چیز به فرضیت نرسه. امی مثال است، یک نفر احمد وفات کرده، دختر پسر از باقی مانده و دیگه دختر پسر پسر مانده و دیگه دختر پسر پسر باقی مانده و دیگه پسر 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 باقی مانده. اینجا دختر پسر چون دختر اصلی نیست، سلبی نیست، نصف یک تاست، نصف میراث مستحق می شود. امی دختر پسر پسر که است ای در درجه از اونها پایین است، ششم حصه میراث داده می شود به خاطر از اینکه سلسانش تکمیل می شود. بناهن سلسان اونها تکمیل شد، 2/3 میراث اونها گرفتن، هر دویشان یک حصه زیادی باقی میماند. حالا یک حصه ای که زیادی ماند، امی دختر پسر پسر در درجه بالاتر از پسر 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 است، لکن با واسطه از این هم در مال متباقی اینمی چون برای دختر پسر پسر چیزی به فرضیت باقی نماند، همراه پسر 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 ولو که در درجه از پایین است همراهش عصبه شده میتواند. حالت ششم، همراه پسر متوفا امی دختران پسر از میراث محجوب می شود، یا به تعبیر دیگر وقتی که پسر متوفا زنده باشد دختران پسر میراث گرفته نمی تواند و همچنان پسران پسر میراث گرفته نمی تواند، چرا که ام پسر در مرتبه در قرابت نسبت به پسر پسر و دختر پسر به متوفا نزدیک هستند. وارث قریب که زنده باشه وارث دورتر در درجه میراث نمیگیره. میایم به مثال تطبیقی حالت ششم که همراه پسر، اگر دختران پسر همراه پسر باشند از میراث محجوب میشوند. دینجا مثلا احمد وفات کرده، از او پسر باقی مانده و همچنان دختر سلبی باقی مانده و دیگه دختر پسر باقی مانده. امی پسر و دختر سلبی اینا خواهر و برادر هستند، با هم عصبه هستند. امی اینا که عصبه شدن، امی کل مال بینشان لذکر مثل حضر حسین تقسیم می شود. چطور؟ 3 حصه می شود، 2 حصه می پسر می گیره و 1 حصه بر دختر سلبی می ماند. بناهن دینجا پسر متوفا که زنده است همی دختر پسر هیچ میراث نمیگیره، از میراث محجوب میباشند. باز طور خلاصه گفتم میتونیم که دختران پسر در میراث 6 حالت دارد. اگر 1 تا باشد نصف میراث میگیرد، لکن هم شرایط ضرور است که حاجب نباشد، حاسب نباشد و دختر سلبی نباشد. حالت دوم هم است که اگر بیشتر از 1 تا باشند
دوی بر سی میراث مستحق میشد لیکن شرایط داره، حاجب نباشه و عاصب نباشه و دختر سلبی نباشه. حالت سوم همیست که همراه یک دختر سلبی، تنها یکی بر شش میگیره، یک تا باشه زیاد باشه، به خاطر از اینکه سلسانش تکمیل شود. دیم شرط همیست که حاجب و عاصب نباشه. حالت چهارمش همیست که همراه بیشتر از یک دختر سلبی اینا از میراث ساقط میشود، هیچ میراث نمیگیره الا در یک صورت میگیره که همراهشان پسر پسر یا ناصب باشه، همراه از او در مال متبقی عصبه میشود. حالت پنجم همیست که اگر همراه همی دختران پسر 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 باشه، همراهش عصبه بلغیر میشود و میراث بینشان لذکر مثل حضر مسین تقسیم میشود. و حالت ششم همیست که همراه پسر از میراث محجوب میشود، یعنی وقتی که پسر متوفا زنده باشد، دختران پسر و حتی فرد پسران پسر میراث گرفته نمی شود و از میراث محجوب می شود.